منشأ امیر سردبیر رادیو پیام اسرائیل هم از اورشلیم به ما پیوسته. آقای امیر، با توجه به شناختی که شما از سیاست‌های دولت‌های گذشته اسرائیلی دارید و الان دولت جدید، گمان می‌کنید که آیا راهکار جامعه جهانی رو دنبال می‌کنن، احتمالاً به شورای امنیت ببرن، یا یک سوی خودشون اقدام می‌کنن مثل اقداماتی که بارها دست کم اتهامش متوجه اسرائیل بود و هیچ وقت خب تایید رسمی نمی‌کنن؟ بله، من تصور میکنم که این یک مورد دیپلماتیک بسیار خوبی هست برای اسرائیل که بتونه در صحنه بین المللی و شاید در شورای امنیت حکومت ایران رو زیر فشار بگذاره. سخن از یک کشتی هست که مال ژاپن و خدمش اسرائیلی نبودن، کالایی که میبرده اسرائیلی نبوده، بندری که حرکت کرده اسرائیلی نبوده، به بندری که میخواسته برسه اسرائیلی نبوده، فقط یه نفر اسرائیلی مقادیر از سهام این کشتی رو داره. یعنی آنچه که اتفاق افتاده جنبه بین المللی داره و فقط به اسرائیل مربوط نمیشه و این کیس خوبیست که به دنیا نشان داده بشه، به ویژه به آقای بایدن که ببینید شما میخواهید از راه دیپلماسی با حکومت ایران کنار بیایید، ولی میبینید که حکومت ایران مانند دزدان دریایی رفتار میکنه، اونم دزد دریایی مدرن که دوتا پهپاد میفرسته. مسلما این آنچه که رخ داد توسط دزدان دریایی نبوده، توسط حکومتی بوده، اون حکومت ایران بوده، و اینکه ایران آمده ماموریتی رو از جانب حزب الله لبنان انجام داده، به نظر من نه. تصور من این است که چون اوضاع در ایران بسیار بسیار بحرانی است، حکومت با ایجاد یک بحران بین المللی میخواسته است که توجه ملت ایران و جهان رو از آنچه که در داخل ایران میگذره منحرف بکنه. البته جمهوری اسلامی که این رو تکذیب میکنه و در عین حال هم خودش اتهامات مشابهی رو متوجه اسرائیل میکنه، از جمله اینکه کشتی ایرانی رو در نزدیکی سواحل سوریه اقدام مشابه اسرائیل علیهش انجام داده. و این همیشه حکومت ایران تکذیب کرده و تکذیب میکنه و حتی ادعا میکنه که در سوریه هیچ گونه سربازی یا سپاهی نداره. این شیوه حکومت ایرانه که همیشه سعی میکنه به شیوه های غیر مستقیم و توسط عوامل وابسته به خودش اقدام بکنه. ممنونم از شما. منشأ امیر، سردبیر رادیو پیام اسرائیل از اورشلیم با ما.